دیگه. تو چه خبر؟ هیچی. هفته دیگه میشه پنجمین سالگرد ازدواج من و فریبرز. سر کاره، حالا الان بیاد برنامه‌ریزی کنیم دیگه. آره یه برنامه خیلی توپ واسش دارم و دیگه کلی میخوایم عکس بگیریم و از الان دوربین آماده کردم که با خودمون ببریم. آره حالا بهت خبر میدم دیگه. بذار بیاد خونه، سر کار بوده. آره دوستم، مواظب خودت باش. خدافظ. بای. سلام نازی. سلام فریبرز جون، چطوری؟ خسته نباشی؟ خوبی؟ یه خورده خستم از سر کار میام. آره خوب بود ولی خبر. آره امروزم خوب بود. فریبرز چیه جونم؟ هفته دیگه اگه گفتی چه روزیه؟ هفته دیگه بگو. روز مادر. روز مادر؟ من که بچه ندارم هنوز. بچه دارم. روز پدره؟ واسه من نه. میگی ازم؟ فریبرز نه، هفته دیگه. هفته دیگه روز معلم. آره به مامانت باید زنگ آره. بزنیم تبریک بگیم. آره زنگ بزن. خب زنگ بزنیم. هفته بزنی. دیگه من و تو. او هفته دیگه سریال من و تو با هم. چرا من یادم رفت؟ نگاه میکنیم عزیزم قسمت چه اپیزود پنجمی رسیدیم. آره آره آره. میگی چی میشه آخرش؟ هفته دیگه فریبرز جان نگاه کن. من و تو انگشتر. بابا سالگرد ازدواجمونه. چقدر دیری ولی گفتی خورده. بابا همین سر نوک زبونم بود، یعنی اومدم آره. بگم هی مزاحمت ایجاد می‌کردی. سالگرد ازدواجمونه. ازم مگه من میشه یادم بره سالگرد ازدواجمونو؟ آره خسته بودی و اینا یادت نمیره آره. که همیشه خودت میومدی من میگفتی پارسال یادته؟ 100% از پارسال دیگه نبودی. آره حالا ولش کن امسال. عزیزم یه هفته دیگه مونده. 7 روز دیگه. 5 سال گذشت یعنی سری میگذره. خب چیکار کنی؟ من یه لیست تهیه کردم. هر کاری که میخوای بکنیم نازی جون، هر چی میخوای میتونیم بکنیم. مثلا بریم با بهرام اینا قرار بزنیم. نه نه با بهرام نه فریبرز خودمون باشیم. بریم ایتالیا. ایتالیا؟ آره دوتایی بریم ایتالیا. بریم چرم ایتالیا خیلی معروفه. خب آره. از این بوتسا میخوام بگیرم اینجوری تا زانو بلند میشه. خیلی آره. خوش دیدی همش نشون مونده. آره تو تلویزیون همیشه نشون میده. آره چرمش هم معروفه اینا. بریم عزیزم ایتالیا جای خوبیه. منم اتفاقا تا حالا ندیدم ایتالیا رو. آره. بریم ما الان پیدا کنم سرچ کنم. بگیر آره اتفاقا کارت اعتباریمو تمام اطلاعاتشو ریختم. داری؟ آره تو همین الان دیگه همه چی اوکیه. رو اون کلیک بکنی گذاشتم رو اینترنت. خوبه. آره اونو کلیک بکنی اون تمام اطلاعات کارت اعتباری توش هست. نزدیک این شاپینگ و اینا هستش دیگه. خب ببین آها اینم خوبه. کالسیوم هم دقیقاً بغلشه. خب همینو بگی. همینو میگیرم. همونو بگی. کلیک کنه همه چی میاد دیگه. آره دیگه. خب آره خوبه. البته 2000 دلاره ولی دیگه اینه که هست. نه وایس زدم دیگه الان. زدی 6 روز اونجا بمونی؟ یه هفته دیگه. سه روزم خب. کافی بود. فریبرز این اطلاعات کارت اسم توئه ولی خودتو مال کارت خودتوه. آره میگه که چرا میگه فیل؟ نه ببین یه چند تا چیز داره. میگه که این قبضاتو پرداخت نکردی به موقع. من؟ آره اینو میگه. آخه بابا میدونی چی نازی جون، من هر بار فکر کنم میخوام پرداخت بکنم فکر کنم میگم فردا. هی فردا فریبرز میگه بدهکار بانکی. 5000 دلار هم نوشته مثلا بدهکار. نمیدونستم اینقدر بدهکار. ببین زیاد نگاه نمی کنم به اون. فریبرز اعتبارمون اگه باید 500 تا باشه توی این کشور، تو اعتبارت 6 یه رقمی. اعتبارت 6ه. نندازنمون از اینجا. امتیاز اعتباریم 6ه فقط. یعنی این با یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم بریم. پس دوباره سالگرد ازدواجمون یه چیزی شد. نمیتونیم بریم. نمیتونی. میگم که با کارتی که الان اینجا شمای دیگه فریبرز. آره کارت با این میتونی بریم این رستوران ایتالیا یا پیتزای مثلا ساده ترین پیتزاش پیتزای ساده بخوریم. اونم فکر نکنم. میدونی پیتزای ایتالیایی هم نمیتونی ما بخوریم. بعد من زنگ زدم میدونی سالگرد ازدواجمونه. ناراحت نشو عزیزم. من نمیدونستم اینقدر وضع اعتباریم بعد. من میگم ببین اصلا نازی جون بیا طرز فکرمون رو عوض بکنیم. ایتالیا چیه بابا؟ اینقدر مردم رفتن ایتالیا اومدن همشون مریض شدن. بعد ایتالیا میگه خیلی کثیفه. تو خودت آلرژی داری؟ بریم ایتالیا همش اینقدر اصلا کثافت پره تو این زمین میلغزیم میافتیم پایین.
ایتالیا کی باشه بابا، اصلا تیم ملیشون هم خراب کرده، جام جهانی به زور رفتن، دو تا بازی نمی بردن مستمی نمی کردن نمی رفتن جام جهانی. تو میخوای بری ایتالیا چیکار؟ بعدش هم عزیزم همین سر کوچمون هست اون بقالیه لیتل ایتالیا، میریم اونجا میشینیم، شکلش هم مثل ایتالیا میمونه. آره مثل روم میمونه اصلا. یه عکس پوستر کالوسیوم هم زده، میریم اونجا میشینیم با هم دیگه دو تا قهوه مینوشیم عزیزم، 5 سال زندگیمون رو جشن میگیریم. ناراحتی هنوز نه؟ پیتزاشم حالا چیز میکنیم، قرض میگیرم از بهرام، دو تا پیتزا هم میخوریم. من واقعا شرمندتم، خیلی بچه من نمیدونستم اینقدر بد بود. فریبرز با این اعتباری که تو داری نگاه کن، ایتالیا که هیچی، رستوران ایتالیایی هم بیخیال شدم، آدامز خروسی هم به ما نمیفروشن فریبر جان. پس تو باش من برم از بهرام پول قرض کنم حداقل پیتزاشو بخوریم، ولی پیتزای خوبی داره ها. بینندگان عزیز، درس سوم هست از سری درس‌های رمز داشتن روابط عمیق با یکدیگر. امروز باز یک مورد دیگری رو با هم بررسی می‌کنیم که از اون طریق بتوانیم با همدیگه روابط عمیق داشته باشیم و نه روابط قشری. و اون یک کلمه هست که من اینو برای این درس انتخاب کردم، اعتباره. ما معمولاً کلمه اعتبار رو برای شاید اقتصاد و اعتبار بانکی و اینجور چیزا استفاده می‌کنیم، ولی من می‌خوام اعتبار رو در قلمرو رابطه اینجا من بیان بکنم. بذارید یه مقدار توضیح بدم که منظورم چیه. کلاً اعتبار بانکی و اعتبار مالی طوریه که شما وقتی که یک جایی هستید سرمایه گذاری می‌کنید یا در این مملکتی هستید که شما رو میشناسن که به هر حال سال هاست جنسی خریدید، تونستید اونو پس، یعنی تونستید از پس دادن یا دادن اقساط اون به اصطلاح موفق باشید و چیزی رو عقب ننداختید، قسطش و اینا، یواش یواش اعتبار مالی برای خودتون جمع‌آوری میکنید و بعد بر اساس اون اعتباری که شما دارید اگه بخواید جنس دیگه بخرید، فروشنده به شما اون جنس رو خواهد داد که به اقساط باز دوباره بپردازید. این اعتبار بانکی و اعتبار مالیه. حالا ما خودمون در اون مورد اینا رو ما انجام میدیم، معمولا اعتبار برای خودمون جمع میکنیم، ولی تو این جلسه من میخوام بگم که چجوری ما میتونیم نسبت به هم شخص معتبری باشیم، اعتبار رو جمع کنیم، یعنی کاری بکنیم که طرف به ما اعتماد بکنه. و در ایجاد رابطه عمیق داشتن اعتبار خیلی مهمه. شما وقتی یه نفر رو معتبر نیست نمیایید دلتون رو براش باز کنید یا باش دوست بشید. پس باید این در گذشته کارهایی کرده باشه که حالا پیش شما اعتبار داشته باشه که بتونید باهاش رابطه عمیق ایجاد بکنید. حالا برای اینکه ما شخص معتبر بشیم یا به قول معروف اعتبار رو یا اطمینان طرف رو بتونیم جلب بکنیم و اعتبار برای خودمون ذخیره بکنیم، چه کارهایی باید بکنیم؟ منظور اعتبار رابطه است. مسلماً همه شما فکر کنم با من هم عقیده اید که مهمترین چیز شاید باز صداقته، که ما بتونیم با صداقت حرف بزنیم. لاویان 19:11 میگه دروغ نگید، هر 10 فرمان یکیش هم دروغ گفتنه. تو 10 فرمان وقتی میگه زنا نکن، قتل نکن، دروغ نگو هم جز اوناست. پس دروغ نگو به اندازه زنا نکن و قتل نکن مهمه، به همین خاطر ما باید بهش توجه بکنیم. هیچ چیز به اندازه دروغ شاید به رابطه ما لطمه نمیزنه. وقتی شما بدونید دوستتون بهتون دروغ میگه یا زنتون بهتون دروغ میگه و اعتمادی در کار نباشه،
معلومه این رابطه به جایی نخواهد رفت. نمیدونم شما چند وقت پیش این فیلم تام کروز رو دیدید، میشن ایمپاسیبل 2. در اون یک گروهی بودن که همه به هم دیگه دروغ میگفتن، چون که همه جاسوس بودن، سیکرت ایجنت بودن، به همین خاطر هیچ کی به اون یکی اعتماد نمیکرد. هرچند گروهی باعث کار رو انجام میدادن، ولی همه به هم دیگه مظنون بودن. حالا گاهی اوقات در روابط ما هم همینطوریه، شاید در ازدواج، در خانواده، مثل که همه به هم دیگه شک داریم و نمیخوایم رو راست باشیم با هم دیگه، که این خیلی واقعا دردناکه. از هم دیگه خودمون رو میپوشونیم و برای این کارم معلومه چقدر وقت و انرژی صرف میشه، اصلا سردرد میاره آدم که نتونه یه جایی در این محیطی باشه که راحت باشه، بتونه حرفو بزنه همونجور که هست و دیگه ترس نداشته باشه که این حرف من بعداً چه جوری خواهد بود و حالا چه بهره برداری غلطی ازش خواهد شد. من امروز میخوام بسیار عملی صحبت بکنم باهاتون، جنبه های عملی این مسئله رو براتون باز کنم. برای ایجاد اعتماد باید گفتار ما صادقانه باشد، اما چگونه؟ لااقل از سه طریق. یکی این که گفتار صادقانه یعنی هر چه که من میگم بر حقیقت استواره. جواب صادقانه مثل بوسه دوست دلچسب است، در امثال میخونیم. منظور اینه که دلچسب یعنی صمیمیه، یعنی اگه تو صادقانه حرف بزنی بین ما صمیمیت وجود داره. صداقت صمیمیت رو ایجاب میکنه، به وجود میاره. دلایل چند هست که چرا ما در روابطمون با هم صادق و صمیمی نیستیم. بیشتر اوقات نه به دلیل شاید فریبکاری باشه، بلکه به خاطر نرنجوندن طرفه. یعنی یه موقع است من یه چیزی رو نمیگم به زنم، نه برای اینکه بخوام مثلا دروغ گفته باشم، بلکه نخوام اونو برنجونم. گاهی اوقات اینم پیش میاد. یا شاید از درگیری اجتناب میکنم، میگم اگه حالا این چیزو گفتم دیگه حالا باید دو ساعت با هم دیگه کلنجار بریم، بهتره که من نگم. پس حقیقت رو هی من عقب میندازم و در نتیجه مشکل بزرگتر میشه. گفتن حقیقت سخته، اما وقتی بیان میشه رابطه صمیمی‌تر میشه. وقتی حقیقتی رو میگی شاید در اون چند لحظه اول یه مقدار این کشتی دوچار تلاطم میشه، کشتی رابطه، ولی بعد احساس میکنیم که به همدیگه نزدیکتر شدیم. حقیقت درباره ترسامون، شکستامون، ندارم کاری هامون، قصوراتمون، یا هر چی که در زندگی ما پیش اومده، راجع به اون حقیقت رو بتونیم با هم در میان بذاریم، این کمک میکنه که صمیمی با هم دیگه باشیم. پس از خودت بپرس دوست عزیز، در این هفته چه چیزی هست که تو باید با صداقت با کسی در میان بذاری؟ میدونی باید راستشو بگی ولی به دلایلی تا حالا نگفتی. پس قدم اول اینه که ما صادق باشیم و حقیقت رو به این شکل به همدیگه بگیم. و دوم این که در گفتن حقیقت باید یه مقدار ملاحظه هم بکنیم. معقول بگیم این حرفو. یعنی چی؟ افسوسیان 4:15 میگه با عشق و علاقه همواره در پی راستی خواهیم رفت و راست خواهیم گفت. حقیقت رو باید با محبت گفت، کلام خدا میگه، نه مثل بمب سر طرف منفجرش کرد. البته حقیقت هر جورم بگی به هر حال یه حالتی داره که میگزه طرفو. وقتی حقیقت راجع به کسی میخوای بهش بگی خوشایند شاید نباشه، اما قرار نیست که اونو بکشه. به همین خاطر یه مقدار ممکنه اذیتش کنه، ولی بعد نهایتاً دوست او خواهد شد. منظورم از با ملاحظه و معقول حرف زدن اینه که قبل از اینکه چیزی رو، حقیقت رو بخوای بگی، یه مقدار خوب راجع به اون فکر کن و بهترین طریق گفتن رو در پیش بگیر. اگه نگی بده، اگه مثل بمب منفجر بشه که اونم بده. پس بگو، منتها ببین به چه طریقی بهتره. شاید هر کسی یه جوری حقیقت رو بخواد بتونه بپذیره. برای پرهیز از چنین افراد که هیچی یا نگیم یا وقتی میگیم با عصبانیت و اینها باشه، چند نکته رو میخوام اینجا به عرضتون برسونم. اولی واضح و روشن صحبت کردنه. عیسی مسیح میگه بله شما بلی باشه، نه شما نه، زیرا افسون بر این شیطانیست.
اگه منظورت بله است بله میگه، اگه نه که نه. پس کامیونیکیشن یا تفاهم یا با همدیگه مکالمه کردن، همدیگه رو درک کردن، تفهیم و تفاهم یه چیز خیلی پیچیده ایه. اینه که یه مقدار لازمه که ما بهش توجه بکنیم. یه مثالی که من معمولا میذارم، مثال خیلی شاید پیش پا افتاده است، اینه که زن و شوهر دو زبان مختلف با همدیگه حرف میزنن. مثلا من میگم، اگه شوهر میگه من لباس ندارم، منظورش اینه که لباس تمیزی ندارم یا لباس اتو نداره، باید اتوش کنم اینا. ولی وقتی زن میگه من لباس ندارم، همون جمله است، یعنی اینکه لباس نو ندارم، بریم یه لباس نو برای خودم بخرم، من منظور اینه. پس یه جمله است، همون فارسی صحبت میکنیم، منتها درک فرق میکنه. به همین خاطر وقتی با همدیگه میخواییم ما مکالمه بکنیم، مخصوصا بین زن و شوهر، اینو باید یاد بگیریم که مسئله خیلی پیچیده تر از اونه. اگه من یه چیزی میگم، طرف هم این همونو میفهمه. معمولا میگن این مکالمه از 6 تا لایه عبور میکنه تا 6 تا یا بگیم فیلتر عبور میکنه تا اینکه به گوش طرف میرسه. پس برای صادق بودن و ایجاد ارتباط باید واضح و روشن صحبت کرد. شاید لازم باشه وقتی حرفتو میزنی از طرف بپرسی آیا فهمیدی منظورم چیه؟ ممکنه تکرار بکنی؟ و اگه اون تکرار میکنه و میفهمی که منظورتو نبوده، دوباره براش توضیح بده. و اینجوری ما سعی کنیم که حرف دلمونو درست تا اونجایی که ممکنه بیشیله پیله حرفو بزنیم، تا مطمئن باشیم که طرفم فهمیده. پس برای ایجاد اعتماد و تقویت باید با صداقت صحبت کرد. این مسئله صداقته. دومین چیز که برای داشتن اعتبار لازمه اینه که نیازهای مردم را ما محترم بشماریم. اول پتروس 2:17 میگه همه مردمان را احترام کنید. همه مردم یعنی ایماندار، بی ایمان، مسیحی یا غیر مسیحی، باید اونها را احترام کرد. چرا؟ چون همه انسانها را خدا آفریده و همه انسانها را خدا شبیه خودش آفریده. گاهی احترام کردن نزدیکان و فامیل مثل که سخت‌تر میشه از دیگران. دیگران که ما رو نمیشناسن شاید راحت‌تر ما میتونیم احترامش کنیم. و تا کسی که دائم هر روز باهاش در یه خونه هستیم و میبینیمش. وقتی به کسی نزدیک هستیم، معایب شخصیتیش رو شاید میبینیم و به همین دلیل باعث میشه که اونقدر احترام براش قائل نشیم. اما کتاب مقدس میگه احترام نزدیکان هرچند سخته، ولی باید اجرا کرد. افسوسیان 5:33 میگه زن شوهر خود را باید احترام نماید. ای زنان، چرا سخت شوهرانتون احترام بکنید؟ چون به همسرانتون شاید اعتماد ندارید، پس اونها را احترام نمی کنید. منظور این آیه چیه؟ احترام یعنی این که همسر من دشمن من نیست. ممکنه من چیزی میگم اون نمیفهمه، یا اون میگه من کج میفهمم، ولی دشمن همدیگه نیستیم نهایتاً. پس باید راهی پیدا کنیم که همدیگه رو درک بکنیم. احترام یعنی دیدن این که او با من فرق میکنه و خدا میتونه این فرق رو به کار ببره. من معمولاً وقتی صحبت از زن و شوهر میکنم، یک عکسی نشون میدم از نیم کره به اصطلاح که در کاسه سرمون هست، نیم کره مغز، که بین این یک ارتباطی قراره با یک عصبی که بین این دوتا نیم کره هست. و معمولا اون عصبی که در زنا هست خیلی کلفتر از اون عصبیه که در مردا هست. و میدونه یه نیم کره ممکنه مثلا احساس رو درک بکنه، اون یکی زبان هست که صحبت میکنه، و بین این دوتا نیم کره تمام این حالتها تقسیم شده. حالا مرد وقتی که چیزی رو میشنوه تا بخواد حرف بزنه، از این نیم کره بخواد بفرسته اونور که اونجا باید حرف بزنه، معمولا چون این عصب کوچیکه یا نازکه، خیلی طول میکشه تا برسه. من تشبیهش میکنم به یک راهی که خیلی هم توقف و ایست و اینا داره تا میرسه به اونجا. ولی زنها چون این عصب خیلی پهتره، خیلی راحت میتونن در این حال احساس کنن، حرف بزنن، گریه کنن، شادی کنن، به خیلی چیزا گوش بدن. به همین خاطر فکر میکنن مردم باید همینجوری باشن، و وقتی نیستن عصبانی میشن، فکر میکنن که اون عمدن مثلا نشنیده حرفشو.
به مرد میگه چرا جواب نمیدی؟ مرد میگه دارم فکر میکنم. میگه خب چقدر فکر میکنی؟ چیزی که من میگم جوابمو بده. این حالت ها هست که معمولا چیکار میکنه؟ ما رو ممکنه از یک راهی به در بکنه. پس احترام متقابل به این شکله که ما همدیگه رو درک بکنیم، تفاوتهای همدیگه رو، و برای همدیگه احترام قائل بشیم. چطور میشه یکدیگر رو احترام کرد؟ از پنج طریق. یکی گوش دادنه. خیلی ساده. وقتی طرف صحبت میکنه گوش بکن. بدون اینکه فکر کنی حالا با من باید جوابشو بدم. دوم، پنج به یک این قانون هست. یعنی پنج تا چیز مثبت بگو و یه چیز منفی بگو. اگه میخوای یه چیز منفی بهش بگی، لااقل پنج تا چیز مثبت در طرف ببین. برای موفقیت اون شخص که موفقیت داشته شادی کن، جشن بگیر، خوشحال باش. و بعد در حضور دیگران از اون شخص تعریف و تمجید کن. و یکم این که در تنهایی خدا را برای وجود اون شخص شکر کن. این مخصوصا در رابطه ازدواج خیلی خیلی مهمه. نکته بعدی هم که هست در مورد اینکه چجوری اعتبار ما داشته باشیم و به همدیگه اعتماد کنیم، اینه که دیدگاه دیگری را من بتونم درک کنم. سعی کن قضایا رو از دیدگاه طرفم ببینی، نه فقط از دیدگاه خودت. فیلیپیان 2:4 میگه که هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام دیگران را نیز. اگه عزیزان فقط ما به خودمون فکر کنیم، به خودمون علاقمند باشیم، 24 ساعت فقط به خودمون فکر بکنیم، معلومه نمیتونیم با کسی در ارتباط باشیم. راه حل عملی این کار در آیه بعدیه. میگه خوشی کنید با خوشحالا، ماتم کنید با ماتمیان. مواظب باش برعکس این آیه رو نکن. یعنی یه نفر پیش ما میاد و مشکل خودش رو به ما میگه و ما به جای شریک شدن در غمش میگیم بابا این مشکل که مسئله نیست، خدا رو شکر بکن، نمیدونم تو ایمانداری، چرا ناراحتی، از این حرفا. خب معلومه دیگه، اینجور حرف زدن دیگه ارتباط رو قطع میکنه. اون شخصی که با ما نمیتونه اخت باشه. یا یه نفر دیگه خوشحال پیش ما میاد، همچین حالش رو میگیریم که غمگین از پیش ما میره. اینا برعکس اون آیه است که میگه خوشی کنید با خوشحالان، ماتم کنید با ماتمیان. در حالی که این آیه همین این آیه چقدر قشنگ نشون میده که درست برعکس این اونچه که معمولا ما رفتار میکنیم باید رفتار کنیم. پس نذاریم حسادت باعث بشه با مردم خوشحالی نکنیم. نذاریم فرار از مسئولیت باعث بشه با اونا همدردی نکنیم. و چهارم، باز قانون دیگه برای اینکه اعتبار ما داشته باشیم، از چیزهای کوچیک شروع بکنیم. منظورم چیه؟ با امور کوچیک و روزمره زندگی است که کم کم اعتماد جلب میشه. لازم نیست خیلی حرفای گنده گنده بزنیم، قولای بزرگ بدیم. آقا من فردا تو را میبرم اروپا، نمیدونم یک ماه اونجا میگردیم و بر میگردیم. نه، چیزای خیلی کوچیک که روزانه اتفاق میفته. در لوقا 16:10 ما اینو میخونیم که آن که در امور کوچیک امین باشه، مسیح میگه در امور بزرگ نیز امین خواهد بود. و آن که در امور کوچیک امین نباشه، در امور بزرگ نیز امین نخواهد بود. پس در رفتار روزانه ما سعی کنیم که این امانت رو نشون بدیم، این دوستی رو نشون بدیم، محبت رو نشون بدیم. در خیلی چیزهای کوچولو پیش پا افتاده زندگی، احترام کردن به همدیگه و چیزهای از این قبیل. اعتماد نیازمند زمان و جزئیات مسئله است. یعنی کوچولو کوچولو هست که ما یواش یواش اعتبار جمع می کنیم، اعتماد طرف رو جلب می کنیم. در اول قرنتیان 4:2 انتظاری که از کارگزار می رود این است که امین باشد. یعنی که خدا از ما انتظار داره امین و مورد اعتماد باشیم. به خصوص این امر در مورد خانواده ما، با همسرمون، با دوستان و با خدا خیلی خیلی لازمه. چگونه اعتماد به وجود میاد؟ با امین ماندن در چیزهای کوچیک و جزئیات زندگی. شاید وفادار بودن برای بعضی از ما ترسناک باشه، احساس میکنن که دیگه آزادیشون سلب میشه اگه بخوام در همه چی وفادار باشن و در چیزهای کوچیک هم. اما درست برعکسه. امین بودن آزادی میاره.
امثال 11:6 میگه صداقت نیکان آنها را نجات میدهد، ولی بدکاران در دام خیانت خود گرفتار میشن. صداقت باعث آزادی، نجات هست. اگه امین نباشین، آیه میگه در تله میفتی. وفاداری آزادی به ارمغان میاره. پس صداقت، احترام، دیدگاه طرف رو در نظر داشتن، شروع کردن با کارهای کوچیک، اینا هست که اعتبار رو جلب میکنه و ما شخص معتبر میشیم. شاید بگی که اینا سخته، ولی شاید سختتر از همه اینها اصلاح رابطه ایست که گسسته شده. پس قبل از اینکه رابطه تو گسسته بشه، بر این چیزها تو اعتماد بکن و بر این چیزها خونه خودتو بساز، رابطه خودتو بساز، چون این راحت تر از اونه که رابطه از بین بره و بعد بخوای از نو دوباره بسازی. سالها پیش در زلزله در شهر سان فرانسیسکو اتفاق افتاد که شالوده و اساس بسیار از خانه های زیبا خراب شد. و بعد کار جالبی که کردن این بود که چون این خانه ها خیلی قشنگ بود، منتها پایه هاشون خراب شده بود، اومدن یه کاری کردن که این خانه ها رو بلند کردن، پایه ها رو دوباره از نو گذاشتن و خونه ها رو دوباره گذاشتن رو اون پایه ها. یه موقع است که البته با تمام خونه رو خراب کرد و از نو ساخت، ولی این خونه ها رو تونستن با بازسازی پایه ها محفوظ نگه دارن. حالا زندگی ما هم همین جوریه عزیزان. شاید بعضی از ماها که به این برنامه توجه میکنیم احساس میکنیم دیگه پایه های خونمون از بین داره میره، ولی شاید یه راهی باشه که اونو بسازیم. به جای اینکه بذاری همه چی نابود بشه از سر نو بسازی، بگو همین رابطه ای که مقداری مخدوشه، من شاید بتونم با حفظ بعضی چیزایی که در این درس لااقل یاد گرفتم بتونم خونه رو واقعا سر پا نگه دارم. و پنجمین چیزم هم بگم و تموم بکنم، وقت خیلی لازمه برای رابطه خوب. بازسازی اعتماد وقت میخواد و باید صبر داشت. خدا با ما صبوره و ما هم باید با همدیگه چنین باشیم. نتیجه صبر و محبت چیه؟ در اول قرنتیان 13:7 میگه محبت با همه چیز مدارا میکند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری میکنه. در این آیه منظور محبت خداییست که به هنگام ایمان به عیسی مسیح اون رو ما کسب میکنیم. برای ایجاد اعتماد باید چنین محبت و صبری داشت. پس دوستان عزیز، قبل از اینکه به رابطه خاتمه بدهی، دعا کن، از خداوند بخوا که اونو تجدید بکنه با کمک خداوند. تو شاید بتونی رابطه‌ای که در حال فروپاشی دوباره روی پایه‌های خودش نگه داری و بذارید بگم روی پایه‌ای که عیسی مسیح هست بتون اونو دوباره بنا بکنی. پس عیسی مسیح به همین شکل به این جهان اومد، به همین منظور که بتونه کمک بکنه که ما روابط درست داشته باشیم. پس اگه رابطه تو مخدوشه با عزیزانت، قلب خود را به عیسی مسیح بسپار. رابطه خود را با خدا اصلاح بکن که اون در واقع اولین قدم برای بهبود رابطه با اطرافیانت. با اون رابطه ایجاد بکن تا بتونی با خانواده نیز رابطه خوب داشته باشی. عزیزان، در اینجا من این درس رو تموم میکنم. هفته دیگه من میخوام راجع به انتخاب همسر و ایجاد رابطه جدید صحبت بکنم. امیدوارم که هفته دیگه یا برنامه بعدی که توجه میکنید با ما باشید. تا اون موقع شما را به خدا میسپارم.